نشانه های محبت خدا که محبت خدا یک سرمایه هست، واقعا بزرگترین سرمایه برای یک انسان مسلمان هست. 10 تا علامت براش گفتن: 1 محبت کلامش، 2 محبت رسولش صلی الله علیه وسلم، 3 غیرت و تعصب نسبت به محارم خداوند، حد و حدود، حرمت هایی که خداوند منطقه پرخ شده خودش اعلام کرده و خط قرمزش رو اعلام کرده، و قاف باشیم، بیستیم، تعدی نکنیم، تجاوز نکنیم از اون حد. 4، حریص بودن و اشراف داشتن بر این که تلاش بکنید جزء اولیای خدا باشید، چون خداوند اولیاشو دوست داره و در رو باز کرده و دوست داره که همه اولیاش بشن. اولیا به معنی دوست. این آرزو باشه و این آرزو رو تقویت بکن با تلاشت، با برنامه های خوب، که چیزهای خوبی از خودت نشون بدید که خداوند تو رو انتخاب بکنه به عنوان ولیش. و مصداق این آیه باشید: الله ولی الذین آمنوا. خداوند دوستانی داره، حد و مرزم برای دوستی خدا وجود نداره، مگر یه سری برنامه های خوب، کارهای خوب. پس دربازه. خداوند در قرآن می فرماین این اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما، محبوبترین شما نزد الله با تقواترین شماست. این آیه امید برای همه، همه میتونن دوست خدا باشن. اگه میگفت ان اکرمکم عند الله اقواکم، خوب دقت بکنید تو تعبیر خداوند. الله برای همه است، مال همه است. کسی نمیتونه بگه الله مال من، مال تو نیست. زمانی مال من و تو نیست که من و تو نخواهیم. خودش اعلام کرده الله ولی الذین آمنوا. یکی از چیزها و برنامه هایی که انسان و ولی خدا میکنه ایمان است. اوصاف مؤمنین هم من دیروز آیه 112 سوره توبه برای شما تلاوت کردم. 9 تا صفته: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. هر کسی این 9 صفت داره مؤمنه. خداوند به پیامبرش میگه چه؟ بهش بشارت ایمان بده. وقتی مؤمن شدیم، الله ولی الذین آمنوا. چقدر زیباست که من و تو نائل بشیم، محظوظ بشیم، این شرف نصیب ما بشه که الله ما و شما رو به عنوان دوستان خودش انتخاب بکنه.